هزار و یک شب. چون شب 282 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، آن مرد گفته است که من خر به خود بازگردانیدم و به کوچه در آمده به انتظار گذشتن جماعت ایستاده بودم. دیدم که خادمان هر یک چوبی در دست دارند و 30 تن از زنان با ایشان همی روند و در میان زنان زنی ماهروی، سرو قامت و نیکو شمایل و بدان سان بود که شاعر گفته سیب و گل و سیم دارد آن دلبر من، سیبش زنخ و گلش رخ و سیمش تن. بنگر به رخ و به زلف آن سیم زغن، تا لاله به خروار بری مشک به من. پس زن ماهروی به سر کوچه‌ای که من در آنجا ایستاده بودم برسید و به چپ و راست نگاه کرده خواجه سرایی را بخواست و به او سر گوشی سخنی گفت و خواجه سرایی به سوی من آمده مرا بگرفت. مردم چون این حالت بدیدند بگریختند و خواجه سرایان درازگوش من بگرفتند و مرا با رسنی بسته می کشیدند و من نمی دانستم که از بحر چیست که مرا همی کشند. و مردمان بر اثر ما روان بودند و فریاد برآورده می گفتند که این مردیست زبال و پریشان حال، از بحر چه او را با رسن بسته اند. و به خواجه سرایان می گفتند بدین بیچاره رحمت آورید که خدا به شما رحمت آورد و او را از این بند رها کنید و خدا را خوشنود سازید. و من با خود می گفتم این خواجه سرایان مرا نگرفتند مگر به سبب اینکه رایحه عفن از من و از بار من به مشام خاتون رسیده و از آن رایحه رنجیده است و شاید خاتون آبستن بوده است و از این رایحه ناخوش ضرری به دور رسیده. الغرض من سر تسلیم پیش داشتم و با حراس تمام از پی ایشان می رفتم تا اینکه به در بزرگی رسیدند و به خانه داخل گشته مرا نیز به خانه اندر بردند. خانه ای دیدم بس عالی که نمی دانم او را چگونه صفت کنم و فرش ها به آن خانه گسترده بودند که صفت آنها نیارم گفت. پس زنان به غرفه ها شدند و من بسته ریسمان خواجه سرایان بودم و با خود می گفتم که در این خانه مرا چندان عقاب کنند که بمیرم و هیچ کس را از من آگاهی نباشد. آنگاه خواجگان مرا به گرمابه نظیف که در آن خانه بود در آوردند و من به گرمابه اندر بودم که 3 تن از کنیزکان در آمدند و در پهلوی من بنشستند و به من گفتند این کهنه ها از بر خود دور کن. من اون کهنه ها را برکندم. یکی از ایشان سر من می شست و یکی پای من پاک می کرد و یکی تن من همی شست تا اینکه کار به انجام رسانیدند و بقچه‌ای از جامه حریر پیش آورده مرا به پوشیدن آنها امر کردند. گفتم به خدا سوگند من نمی دانم که اینها را چگونه بپوشم.
آنها پیش آمدند و به من بپوشانیدند و بر من همی خندیدند. پس از آن شیشه ای از گلاب آورده مرا به گلاب معطر ساختند و مرا به غرفه غیر از آن غرفه بردند. به خدا سوگند نمی دانم که آن خانه را با آنچه در آن خانه بود چگونه وصف کنم. چون به خانه داخل شدم زنی دیدم آفتاب روی که به تختی برنشسته. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.